پای این سفره عقد بعضی از عروس داماد ها میرند گل میچینند، بعضی ها ایمیل چک میکنند، بعضی ازدواج به سبک ایرانی دارند، بعضی ها ازدواج غیر متعارف. چند سالیه که بعضی از ایرانی ها ترجیح میدن که یارشون رو اینجا پشت کامپیوتر پیدا کنند. میلیون ها سایت دوستیابی و انتخاب همسر با هزاران عضو در دنیا فعالیت میکنه. سایت هایی با مجوز و بی مجوز که بدون هیچ پیش شرطی همه کسانی که دنبال یار میگردند رو تضمینی دور هم جمع میکنه. کافیه اسم و جنسیتتو بنویسی و بگی دنبال چه یاری هستی، از چه سنی، کجای دنیا. این سایت ها برای وصل کردن اومدند و دنبال اینن که عروس و داماد پای این سفره بشینن و یک کلمه از هم بشنوند. بله بله. اما پلیس امنیت اخلاقی ایران میگه این بله ها برای خیلی ها گرون تمام میشه. طبق آمار پلیس از هر 10 ازدواج اینترنتی 8 مورد به طلاق میرسه. چون دروغ تو دنیای مجازی خیلی بیشتر از دنیای حقیقیه. اونجا آدم ها با اطلاعات ساختگی سعی میکنن دلبری کنند. دلبرهایی که به گفته یک قاضی دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای اگر عکس های نامناسب یا اطلاعات دروغ منتشر کنند بازداشت میشن. به هر حال اینطور که اخبار میگن هیچ نهادی متولی سایت های همسریابی نیست و هیچ کدومشون هم مجوز فعالیت ندارن. گرچه عضویت تو این سایت ها تخلف محسوب نمیشه، اما اگر کسی تو این سایت ها عکس و متنی بذاره که از نظر پلیس غیر اخلاقی باشه، طبق قانون از 9 روز تا 2 سال حبس میکشه. پیدا کردن نیمه گم شده برای آدم ها این روزها همه جای دنیا سخته، اما با وضعیت اینترنت تو ایران کمی سخت‌تر. نیمه هایی که بعضی وقتا قاتل نوم میشن، بعضی وقتا قاتل جون. شما چطور؟ ترجیح میدید شریک آیندتون رو تو دنیای حقیقی پیدا کنید یا در دنیای مجازی با فشار دادن یک کلیک و از پشت وبکم؟ رویا ملکی، صدای آمریکا.